سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. آنایتا هستم به همراه فرزاد. یه فری استایل خفن داریم از سوهل چگینی و البته مجازات عموفری که ازش طلبکار بودیم. اگر جنگ خواهی و خون ریختن، بر این گونه سختی براویختن، بگو تا سوار آورم زابلی، که باشن با خنجر کابلی، بر این رزگرشان به جنگ آوریم، خودی در زمانی درنگ آوریم، بباشد به کام تو خون ریختن، ببینی تگاپوی آویختن. خب بچه ها خیلی خوش برگشتی، این هم اوفری. البته از خود به شما لوردیمش. واقعا در حال پارگی از گرما. آقا یک عالمه مجازات هایی نوشته بودید. ایکاندیشن رو چیز میکردی؟ نه دیگه بچه ها، اونم خاموش بشه. یه عالمه مجازات نوشته بودیم. واقعا یه سهش که اصلا واقعا خدایی اموفری نمیخوره. آخه خدا وکیلی، یعنی چالش باگزبانی ریش و پش، یا اونم آره. که گفتم آقا من ریشم نمیزنم. آره ریشم که نمیزنم، یه سری چالش های دیگه بود که اصلا در خور شخصیت هم فینا، یه سری چالش ها هم بود که ما واسه بازی های دیگه همون در حین بازی میخوام انجام بریم، برای همین نذاشتم. با حال تعینش این که چون شدیدن هم وفری گرماییه و شدیدن آلردی کلافست میشنه اینجا ویدیو میگیره، ما یه لباس اسکیمو رو تنش کردیم که با خیال راحت بشینه جلو دوری و ریاکتره. و سورپرایز بعدی که واسهتون دارم که تنبیه جا. چه خوبه همیشه نمیشه، من این تنبیه هستم مثلا 24 سال هر خواهی تا میشه. گاهبندی کردی با این یارو آلمان پور دانش تو این سالا، ببینیم که اوفری اون زیر چی داشته همیشه پنهان میکرد. این چیه سورپرایزه؟ یعنی این چیزه اینم اوفری بدون کلا. مگه ندیدن منو؟ چرا یه بار برشته میدی؟ خب خیلی چیزه آتی دیگه بودن، چیز جدید. این که مجازات نیست، این اتفاقا چه خوب شد، راحت شدی ها. داشتم پاره میشن جد، دقیقا کلم یه بادی میخوره اصلا. کلا رو برگردونی؟ نه دیگه، خود هرچی کلافه تر بهتر. نه دیگه واقعا. ولی من واقعا کاپشن بهترین مجازاتی بود که میشه الان کرد، باور کنید حرف منو. بچه ها خیلی خوش اومدید به مدرسه. بریم که پی اس ار سایت رو ببینیم. من دارم پاره میشم. بچه‌ها برام فرستادنش کردن، ببینیم که چی فرستاد. آره یکی از بچه‌ها فرستاده و یه یادم دیگه هم بودش که کلا بچه های زیرزمینی بودن فرستاد. آره اونم حالا جفتش یکی از بچه‌ها متفاوت. اونم حتما برنامه داریم میریم بچه‌ها. بریم زودتر. زودتر بریم. میزون آقا حالا باری میست هنو همونم که قبل کلاس ها میزد تو پر مبسرا، کلی ماجرا بود پشت زنگ آخرام و توی شیگول لطیفی برا جنگ و آهنا، عمرن نمیذارم تو صحنه جا برا تو گر میگه تو خیلی شیگولی برای جنگ با آهنا. با آهنا ژیگول خیلی باحاله. واژه ژیگول خیلی ساله که دیگه کسی استفاده نمیکنه. اگر که بچه کفه الان ژیگول رو بچه سسولا میگه. نه قدیم، آخه قدیم ژیگول که اصلا ژیگول از زمان قبل از انقلاب بوده. بعد به از واژه فرانسوی جالبیشینه و وارد فرنگ ما شده و کلا به کسی میگفت خیلی به خوش میرسیده و حتی سانتیمانتی هم میگفتن. سانتیمانتال سانتیمانتال گوانسا سانتیمانتال خودش استایله یه بیسته. ولی تو فرنگ ما اینجا افتاد ژیگول به اونه میگونه به خودتون میرسنم، ولی در از ژیگولو چیز دیگه ای که این ازش گرفت شده. حالا منظورم که قدیم کلمه خوبی بوده، یعنی کلمه بدی نبوده، الان هم اگه تیکه استفاده میشه. آره دیگه مثلا به بچه سوسولا میگن. هر دم آرزوی با مرا، امید که ما را خونه را نداد و دیگه لاس میزنه خیابون با آبه را، چون عاشق شدن کل رپه را به پیلا رو شر میکنم آج و واج و من و همین برز لاعلاج و مراقب کل و من تو قلب هیروشیما پی راز بین شیروشیان تا قلم و بارم زبونم هم سیروشی با دست به جیلتم نشدیم برا جیلا نخوندیم من بلکه خانومایی نفس کشت و یه خورده خوبه. ببین خیلی اکتش رسان چشو اینطوری میره. خوبه، خیلی خوبه، واقعا خیلی خوبه. سو چگینی لا نخوندی من بلکه خانومایی بیان خلاصه تیک پارم هم کنیم بازی تیک دارم تو هم تیک ننداخ چون داغ میشه بازارت با من، منم تنها نیستم کلی برسای آماده با من که یک بزن و فایتر و کارات کارت
و ستاره ی سهیلم که دنبال دارم تو بوج سرم و خوردگی من بازم رو کارم باید این رپ لنه وجه تو اوج سرم و خوردگی بازم رو کارم باله چه کاری؟ اون قراری که این میمیکای صورت چه دوستامو خوندنش خیلی باله حالا حاجی خیلی این ریاکشن ما با این تیپ من آخه من میگم خود طولش بدیم مثلا یه قصه ای من تعریف کنم نه بابا دارم پای میشم گرم بریم سویل چیگینه چی میگه دم رو کارم باید این رفت لعنتی رو دیگه دارو بدونم و هم پیاله کسی هم که قارونه تورم من مدیون یاسرم نه که پشت میخواستم همین رو خوش پشت منش کن هم پیاله کسی هم که قارونه تورم خب یاسر رو میگو که بله فاصله خواهش ریفرنسش رو داد بشه آدمی بوده که بخشنده بوده درسته آره. نه قارون یا خیلی پولدار بوده یعنی آره اونجا داره... منظور از اصلا مالی نیست قارون تو رپ یعنی خودش همه چی دونه رپه آره و خوبه شده خیلی خوشگاه به یاسر تو بوج سرم و خوردگی من بازم رو کارم باید این رفت لعنتی رو دیگه دارو بدونم و هم پیاله کسی هم که قارونه تو رفت من مدیون یاسرم نه که پشکانمه نه به هم فهمون که اصلا هم خودکارمه به ولی همچنان یه دیزی توی خود رو یکی توی زین موتور دوتام دست قجر توی کم و تو اتاقمه و شد خیلی باحاله اونجا که اصلا هم قلممه که اصلا یه تیکه یه که خود یاس توی کشرش گفته بوده ریفرنس همون ترکه یعنی ریفرنس لفظ یاسه ولی بعدش میگه ولی باز با اینکه اصلا هم قلممه خب دوتا این ور دارم دوتا اصلا اون ور دارم خیلی باحاله بعد اینجا هم شش میکنه داره فکر میکنه کجا قایم کن اصلا هم بچه این مجازاتی که حالا گفته بودین یه حسنی داشت الان چون من خب کاپشنر خیلی اخته نوشیدم هوا گرم بوده نگاه کردم دیدم کارت خونه گم شده بود که گم شده بود پیدا شد الان دهنه گفتم آقا ندی به من تو این جارو چیزه پیدا شد جالبه اصلاش بوده تو چی به کافشش ندارم از روزای بینشونه پیشه رو چون آماده شدم برای سخت در این شرایط پیشه رو که میشه موند و چیزی هم جز هیپاپه نمیچسبه سازم با سازه های این خاکم نمیرقصه من خودم رو مینویسم و زورم اینه فرق شاعر بودم با شعر گفتن تو همینه چی یه ترسان قفته؟ فرق شاعر بودن و شعر گفتن یعنی هر کی که شعر میگه شاعر میگه فرق شاعر بودن با شعر گفتن تو همینه های این خاکم نمیرقصه من خودم رو مینویسم و زورم اینه فرق شاعر بودن با شعر گفتن تو همینه همین میگه من خودم رو مینویسم و زورم اینه یعنی قدرتم اینه که هر چی میگم واقعیته یعنی هر چی میگم از خودم میگم فکته فرقش منظورش اینه که اون کسی که مینویسه رپ مینویسه با شاعر نه شاعرها معمولا یه چیز رویایی مینویسن حالا یه عشق رویایی یه چیز رویایی منظور اینه که من چون فکت مینویسم قلمم قوی تر چکان تموم شد گالوی جمعجی رو کلا سوهل چگیری خیلی رپر خوبیه با من فقط یه بدی داره که کلا این کپی رایت میده سوهل چگینی من خیلی باش حال میکنم چند تا کار ازش رفتیم بچه همون دوست داشتم خیلی هم اصرار میکنم میدونم یه سه چند تا کار دیگه ازش نرفتیم داره با من. موضوع کپی رایته ما دسترسی که به سوهل چگینی نداریم کلا بچه هایی که تو لیول فریاس کار میکنن کپی رایتشون از خود فریاسه یعنی خود فریاس یه کمپانی زده و از طریق کمپانی خودش اینا رو کپی رایت میکنه و بلا استثنا کپی رایت میزنه همه رو میزنه حتی کارهای خود یاس هم که بعضی قدیم ها میگین چرا نمیرین چون یه سری ها که ما قبلا هم رفتیم و درخواست کپی رایت دادیم کپی رایتش رو آزاد کردن دوباره برگشتن دارن میزنن پشیمون شد نه دیگه کپی رایت دیگه برای فریاسه چیز نیست مهم اینه که استراتژی این کمپانی اینطوریه این لیبل اینطوریه اینه که ما برخلاف میل باطنیمون کمتر ترجیحاً هنگای قدیمی و از این لیبل نمیریم که کپی رایتش رو دریافت کنیم ترجیحاً اگه قرار کپی رایت دریافت کنیم بذاریم روی ترک‌های جدیدی که ازشون میاد و اینم بگم البته خود یاسر تا اونجایی که من میدونم در جریان نیست اون اکیپی که دارن این کار میکنن حتی کمپانی خودشونه اصلا یاسر نمیدونه آقا ریاکشنی هست چیزی اصلا در جریان نیست
ما هم نرفتیم خیلی دیگه پیگیر باشیم بچه ها. خدمت شما زودتر من برم تو واقعا دارم یه خود آخرشم کلا رو بذاری سرت آدم پاره میشم دیگه من واقعا بالام دم میکنم خیس عرق شدم. اینم که آخه اینا تو با کوریانی میرفته و اونجا گرمم میشد وسط آره این واقعا قشنگ شبیه لباس آره. اسکیمو الان از تو واقعا داره پاره میکنه اصلا نمیدونستم وضعیه. بچه تقدیم شما اگه ما رو ساب نگیم بقید سابسکرایب کنید سوشال میدیامون اینجاست اونجا هم لطفا ما رو فالو کنید. از هر جای دنیا این ویدیو دیدیم براتون آرزو موفقیتی کنه. اصلا گم کردم از گرما داری قرمز شب و روز لحچه خدافظ.